آماری که از کشتار آبان 98 بعد از یک هفته قطع اینترنت منتشر می شود تصویری از خشونتی فراگیر علیه معترضان را به ما می دهد. چطور خشونت تا این حد بالا گرفت و نتیجه آن برای حکومت و معترضان چیست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. خشونت عیان چیزی است که این روزها بعد از بازگشت اینترنت و دیدن فیلم‌های روزهای اعتراضات آبان در ایران به وضوح به چشم می‌آید. سازمان عفو بین‌الملل شمار کشته‌ها را فعلاً 208 نفر برآورد کرده، در حالی که هشدار می‌دهد شمار بیشتری کشته شدند و هنوز اطلاعات این سازمان کامل نیست. ورای فیلم‌های شهروند خبرنگاران، سخنرانی‌ها و مصاحبه مسئولان رده‌های میانی و بالا نشان می‌دهد که خشونت علیه معترضان کاملاً روا قلمداد شده. این را می شود در حرفهای آیت الله خامنه ای دید، در صحبتهای فرماندهان سپاه و همینطور مقامهای دولتی، مثلا لیلا واثقی فرماندار شهر قدس یا قلعه حسن خان در جنوب غرب تهران به راحتی مقابل دوربین گفته که او دستور شلیک به معترضان را داده بود که قصد ورود به ساختمان فرمانداری را داشتند، و در مورد خشونت معترضان گفته، نقل به مضمون، دزد بودند تا معترض بار زدند و بردند و یکی سینه‌اش را باز کرده بود و گفته بود بزن. چه چیز باعث می شود که مسئولان حکومتی به راحتی درباره تصمیم به خشونت علیه معترضان صحبت کنند؟ چه اتحاد نانوشته ای باعث می شود که آنها به این نتیجه برسند خشونت برای حفظ نظام لازم است؟ و آیا واقعا خشونت نظام را حفظ می کند؟ در برنامه امروز دو مهمان دعوت کرده ایم، عبدی کلانتری نویسنده از نیویورک و احسان سلطانی دانشجوی مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ونیز. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای کلانتری، شما کسی هستید که به هر حال سابقه و تجربه انقلاب 57 رو دارید. آیا فرقی میبینید بین آنچه که اون روزها اتفاق افتاد و این روزها؟ اگر میبینید چه فرقی؟ به نظر من میاد که خشونت حاکمان جمهوری اسلامی به مراتب تهاجمی تر هست و به مراتب سیستماتیک تر، و علی‌رغم نکته که شما در مقدمه گفتید که اخیراً به این نتیجه رسیدن که دست به خشونت بزنن، این خشونت 40 سال سابقه داره. ما توی درگیری های خیابانی سال 1360 دیدیم، توی کشتار جمعی زندانی ها در سال 67 شاهدش بودیم، در حمله به خوابگاه دانشجویان در سال 88 در کهریزک و شکنجه و کشتار و تجاوز در سال دی ماه 96، و الان که ما یه شکل خیلی فجیعش رو در محشر شاهد بودیم که امروز حتی صدا و سیما هم اقرار کرد که در محشر به مردم تیراندازی کردن، منتها یک داستان تخیلی بهش بست که اینها تجزیه طلب بودن و سلاح سنگین با خودشون حمل می‌کردن که کاملا مغایر هست با گزارش‌هایی که به طور مستند رسیده از شاهدای عینی، از جمله گزارش نیویورک تایمز دیروز یک شنبه شب و صبح دوشنبه که به روز شد با ارقام کشته شده ها که یک قلم در معاشر، در نیزار معاشر بالای 100 نفر قتل عام شدن. آقای کلانتری، البته من نگفتم که تازه به این نتیجه رسیدن، من گفتم به وضوح و روشنی بیشتری میشه این رو دید. من میخوام بپرسم به عنوان کسی که به هر حال سالهاست اتفاقات ایران رو دنبال میکنید، از نزدیک باهاش در ارتباط هستید، شما تفاوتی الان احساس نمیکنید اونچه که اتفاقات اخیر رو در واقع هدایت کرد خشونت نبود به نظر شما؟ چرا؟ سطح خشونت به مراتب بالاتر رفته. من میتونم اینجوری بگم، حتی از جانب مردم هم حقیقتا یه مقدار خشونت بروز کرده، منتها خشونت مردم اساسا همسنگ خشونت حاکمیت نیست. خشونت مردم تدافعی هست، در حالی که خشونت حاکمیت تهاجمی و سیستماتیک، و منظور من از سیستماتیک این هست که یک روندی اونا رو به اینجا کشونده. ظرف، شما میدونید که ظرف این دو سه سال اعتصابات و اعتراضات مسالمت آمیز اینقدر زیاد بوده که بارها مجبور شدن به شکل خشونت آمیز سرکوب کنن.
ما یادمون هست که اسماعیل بخشی که دستگیر شد به شدت ضرب و جرح شد، زنده هاش رو شکستن، گوشش رو تقریبا کر کردن و اسماعیل بخشی نه سلاح داشت نه جایی را آتیش زده بود. خانم سپیده قلیان که اخیرا دوباره دستگیر شد نه پاره آجر پرتاب کرده بود نه سنگ داشت توی، فقط یه پلاکارد بود که نوشته بود شما حقوق مردم که بنزین رو که گرون کردید حقوق مردم هم گرون کردید یا نه. این خشونت تهاجمی و سیستماتیکه. ما میتونیم البته سوال کنیم که آیا اصولا مردم یه توجیه اخلاقی دارن برای استفاده از خشونت یا نه، یعنی در مقابل این حد از خشونت آیا یک توجیه اخلاقی یا حتی حقوقی وجود داره که حتی مردم هم بتونن متقابلا جواب گلوله رو با گلوله بدن؟ بذارید آقای کلانتری دقیقا همین سوال رو از آقای سلطانی بکنم. آقای سلطانی به نظر شما چنین فضایی چنین حقی رو به مردم میده؟ ما دقیقا نمیدونیم. حکومت میگه که یه عده‌ای شروع کننده این خشونت بودن مثلا در ماهشهر. بسیاری از کسانی که در اعتراضات بودن میگن اونی که تیر اولو زده حکومت بوده. خیلی جاها مردم اصلا به جز سنگ چیزی نداشتند. حالا مثلا ممکن است در ماهشهر اسلحه هایی بوده ولی در خیلی از جاها اسلحه ای اصلا نبوده. شما ارزیابیتون چیه؟ خواهش می‌کنم. در خصوص مسئله این که چطور خشونت به وجود اومد، آیا خشونت اول از سوی معترضان صورت گرفت یا خشونت ابتدا از سوی حکومت صورت گرفت، ما اصلا به سه دهه گذشته نمیخواد برگردیم که بگیم رسانه‌های آزاد بسته شدن، جامعه مدنی سرکوب شد، بهترین روزنامه‌نگارانمون یا خونه‌نشین شدن یا فراری دادن، فعالین رسانه‌ای که فعالان سیاسی و رسانه‌ای تحول‌خواه، کسانی که زبان بسیار نرمی داشتن، مصالحه‌جویی داشتن، اینها رو خونه‌نشین کردن. همه اینها رو بذاریم به کنار، تاریخ ایران رو، اینکه چه شد به خشونت کشیده شد، از شامگاه 24 آبان نگاه بکنید. ببینید اینها یک حاکمیت جمهوری اسلامی آمده یک طرحی رو اجرا کرده به نام افزایش قیمت بنزین که تمامی ملت ایران رو درگیر خودش میکنه. این طرح نوع اجرا، شکل اجراش به صورتی بود که شما نگاه بکنید اینها آمدن، یک آقای خامنه ای آمد یک اتاق جنگ اقتصادی درست کرد، شورای عالی سران سه قوه، و این طرحی که تمام مردم ایران رو در خودش درگیر میکرد، سفره بخش مستضعف و طبقه فرودست ایران رو سه برابر کوچکتر میکرد، اینها یک تصمیم رو شبانه اعلام کردن. صبح فرداش مردم همه بهت زده در شوک به سر میبرن، آمدن تو خیابون و به این تصمیم اعتراض دارن، ماشین های خودشون رو خاموش کردن داخل خیابون. یعنی شما نگاه بکنید به مسالمت آمیزترین شکل ممکن اعتراض خودشون رو بیان کردن. در مریوان به صورت مشخص مرزهای غربی رو مثال میزنم، در مریوان که در استان کردستان از لحاظ آمار نرخ بیکاری در لیست استانهای کشور، در لیست استانهای بیکاری کشور در رده دوم قرار داره. مریوان چسبیده به مرز عراق، در حاشیه استان کردستان که طبقه فروده است و جامعه بیکار بسیار زیادی داره، مردم بهت زده که اعتراض دارن به افزایش قیمت بنزین به خاطر اینکه اونجا کل ایران که فقط تهران نیست که، یا اصفهان یا شهر بزرگ نیست که، ساختار سیستم حمل و نقل کشور در اونجا مشکل داره. و شما میفرمایید که مردم از روش‌های مسالمت‌آمیز استفاده کردند اما حکومت با روش‌های قهری پاسخ داد. فکر می‌کنید چرا به نظر میاد که این بار برخلاف دفعه‌های قبل یک تصمیم از بالایی وجود داشته برای برخورد؟ چون این در واقع اینی که من میگم نظر بسیار از کارشناسان هست با توجه به شیوه عمل حکومت در تمام شهرهای کشور. یعنی شما آمار کشته ها رو که الان میبینید اینطور نیست که فقط در بعضی جاها باشه، جاهای مختلف بیشتر خب شدت و ضعف داشته ولی کشته در خیلی از شهرها داریم. بنابراین حق شلیک و حق تیراندازی ظاهرا داده شده بوده. و این چرا فکر میکنید چنین حقی داده شده بوده؟ چطور این حکم صادر شده بوده؟ ببینید در دو مرحله من فکر میکنم دو فاز متفاوت داشته. فاز اولش به خاطر اینکه به صورت طبیعی اعتراضات مسالمت آمیز و تداوم اون اعتراضات مسالمت آمیز، الان مثلا یک طبقه وارد طبقه فروده است و کسایی که به افزایش قیمت بنزین و تاثیر اون روی افزایش قیمت کالاهای اساسی اعتراض داشتن، اومدن تو خیابون، مریوان رو مثال زدم، سفره خالی پهن کردن در خیابون و به مسالمت آمیزترین شکل ممکن دارن اعتراض خودشون نشون میدن. چرا حکومت
تلاش میکنه که این اعتراض رو به خشونت بکشه، به خاطر اینکه این اعتراض هر چقدر تداوم پیدا بکنه، مسالمت، این اعتراض مسالمت‌آمیز هر چقدر بیشتر تداوم پیدا بکنه، اصناف بیشتری، طبقه های مختلف اجتماعی بیشتری به واسطه این اعتراض مسالمت‌آمیز به این اعتراضات میپیوندن و یواش یواش میتونه خواسته های متفاوت دیگه ای مطرح بشه. برای همین وقتی مردم ماشین خودشون رو در خیابان خاموش میکنن، آقای سلطانی بذارید ساده بکنم، منظور شما این هستش که احتمالاً حکومت از اعتراض مسالمت آمیز نگرانی و ترس بیشتری داره تا وقتی که در واقع خشونت باشه و اون بتونه با خشونت اون رو سرکوب بکنه، چنین نظری دارید؟ متاسفانه مردم ما بین یک جریان تمامیت‌خواه در ایران و یک اپوزیسیون فرصت طلب در خارج از کشور گرفتار شدن و سرگردانند، به واسطه اینکه داخل ایران اعتراضات مسالمت آمیز رو به خشونت پاسخ میدن، در خارج از ایران عده‌ای در همین رسانه‌های خود شما میان رهبری مبارزات رو، اعتراضات مردم رو بر عهده میگیرن، اونور از سفره مردم میدوزن، اینور اعتراضات مسالمت آمیز مردم رو میدوزن. به خاطر همین شما نگاه بکنید در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیامدن اعتراض مسالمت آمیز، حتی یک ثانیه از اعتراضات مسالمت آمیز مردم رو در شهرهای مختلف نشون ندادن، اما صحبت‌های کارشناسان مختلف برنامه شما رو، صحبت‌های مختلف کارشناسای شما رو نشون دادن که اعتراضا مردم رو تشویق می‌کردن به اینکه میلیشیا تشکیل بدن، مردم رو تشویق می‌کردن به خشونت، و هر چقدر این خشونت بیشتر بشه حاکمیت جمهوری اسلامی خشونت بیشتری به خرج میده. من البته توضیح بدم، من نماینده بی بی سی نیستم، ولی فکر می‌کنم اونچه که ما اینجا داریم سعی می‌کنیم اینه که به همه در واقع تریبون بدیم، به گروه‌های مختلف، و اینکه حالا ممکن است ازش سوء استفاده هم بشه از طرف گروه‌های مختلف، هم باز ما پایبند هستیم به آزادی در واقع اظهار عقیده. آقای کلانتری، بحث روش‌های مسالمت‌آمیز مطرح شد و اینکه احتمالاً برای حکومت روش‌های مسالمت‌آمیز در دراز مدت خطر بیشتری داره و سرکوب کردنش براش سخت‌تره. آیا واقعا چنین فکری می‌کنید با توجه به سابقه‌ای که از حکومت جمهوری اسلامی سراغ داریم در مثلا برخورد با راهپیمایی سکوت در 25 خرداد 88؟ فکر می‌کنید آیا حکومت جمهوری اسلامی روش‌های مسالمت‌آمیز رو برمی‌تافت؟ نه تنها روش های خشونت‌آمیز نمیپذیرن، بلکه الان هراسشون از خشم انقلابی مردم هست. من برخلاف نظر جناب آقای سلطانی فکر نمی کنم فقط جریان تمامیت خواه بود که باعث و بانی این قضیه بود. توی یکی دو سال اخیر در ظرف طول مدت تحریمات اقتصادی، دولت آقای روحانی هم مقدار زیادی حمایت مردمیش ریزش کرده و اتفاقا این برنامه ریاضت اقتصادی منحصر به جریان تمامیت خواه نیست، اتفاقا اصلاح طلب ها و یا نئولیبرال های ایران این برنامه دراز مدتشون بوده و هست که حتی اگر تحریمات اقتصادی هم برداشته بشه، این برنامه ریاضت اقتصادی، حذف یارانه ها و برداشتن سوبسید ها رو، اینا رو پیاده کنن به هر قیمتی. و چنین برنامه‌ای توش یک خشونت سیستماتیک و ساختاری نهفته است که در دراز مدت منجر به اختلاف شدید طبقاتی خواهد شد، ولو اینکه رشد اقتصادی رو هم با خودش بیاره. بنابراین هر دو جناح حاکمیت در این مسیر افزایش خشونت دخیل هستند و همه ما میدونیم که اصلاح طلبا واقعا هیچ همدردی و سمپاتی با جنبش اعتراضی مردم ندارن. اونها زمانی سمپاتیشون ابراز میکنن که جنبش پیشاپیش سرکوب شده باشه. اونها از خشم مردم در خیابان هراسان هستن و همیشه میرن خیلی زود پشت سر عبای رهبر قایم میشن. به همین دلیل اونها هستن که دارن تفکیک میکنن بین اختشاشگران به اصطلاح و مردم مسالمت آمیز. آقای کلانتری اجازه بدین ببینیم آقای سلطانی در این باره چه نظری دارن. آقای سلطانی ببینید، ما اولین که رأی به آقای روحانی، رأی به این نبود که ما تصور میکردیم که آقای روحانی میاد و معجزه میکنه، و اینکه اتفاقاتی که در این چند وقت در دست کم از بعد از خارج شدن آمریکا از برجام ما شاهدش بودیم که مقامات آمریکایی به صراحت میگفتن، مقامات غربی به صراحت میگفتن که ایران رو مثل ما یک لیمویی ما فشار میدیم تا آبش در بیاد، و
اساسا حتی آقای جان بولتون، حتی آقای پامپئو گفتن که اساس تحریم ها به خاطر این هست که مردم به خیابون بریزن. این یک بخششه و بخش دیگه‌ای به خاطر من عرض کردم تصمیم غلط حاکمیته. ولی آیا صدای جریان اصلاحات در ایران شنیده میشه؟ خیر، من جریانی که جریان دولت و مجلس و لیست امید رو خیلی هاشو الان به این نتیجه رسیدیم که بخشی از جریان اصلاح طلب نیستن، اما جریان اصلاح طلب، جریان اصلاحات متاسفانه صداش در ایران شنیده نمیشه و اتفاقا هم جریانی که در خارج از کشور تلاش میکنه که ثبات و امنیت ایران رو به خطر بندازه و هم جریانی تمامیت‌خواه در کشور که متاسفانه بخشی از امید مردم متمایل شد به جریان مخالف تمامیت‌خواه مثل لیست امید در مجلس که طرح دو فوریتی خودشون رو برای بازگردوندن قیمت بنزین بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای از دستور کار خارج میکنن و امید مردم رو نامید میکنن. به خاطر اینه من فقط یک نکته کوتاهی رو اینجا عرض بکنم. آقای خاتمی، آقای کروبی، آقای میر حسین موسوی از حصر ظالمانه، از زندان اختر مردم رو دعوت کرد به مشارکت در انتخابات، چون تنها راه ایجاد تغییرات در ایران رو هم بنده و خیلی از دوستان بنده مبارزات مسالمت آمیز، اعتراضات مسالمت آمیز و تغییرات گام به گام میدونیم. همونطور که از کردم اجازه بدید آقای کلانتری، به نظر من مخالف هستم با این صحبت شما، بفهمید آقای کلانتری. چون میگن صدای اصلاح طلب بلند نشد، اتفاقا در همون روزهای اول دوم سوم اعتراضات صدای اصلاح طلب بلند شد، منتها هشدار دادن که مواظب باشید به دام براندازان نیافتید، به دام اپوزیسیون نیافتید، مواظب باشید که تحریک به خشونت نشید. در واقع حراسشون و هشداراشون متوجه مردم بود. ولی من این حق رو به آقای سلطانی میدم که به هر حال در تحریمات اقتصادی هم یه جور خشونت سیستماتیک نهفته است. یعنی فرقی نمی‌کنه شما مردم فرای این حرفا، فرای اون خشونتی که به هر حال ما الان شاهدش هستیم، یه بحث دیگه، بحث ترساندن و نگرانی از خشونت هست. ما بارها این رو شنیدیم، به خصوص از مقام‌های جمهوری اسلامی، الان در وبسایت‌های نزدیک به سپاه ابراز این نگرانی که ایران سوریه میشه و این ترسی که به هر حال برای ملت وجود داره. به هر حال آینه اتفاقات سوریه یک وضعیت بسیار دهشتناکی رو جلوی همه بشریت گذاشته که ازش بترسن، این طبیعیه. ولی واقعا آیا شما باور دارید به این حرف؟ من میخوام این رو بعدا از آقای سلطانی هم بپرسم، چون میدونم تخصصشون هم هست. بفرمایید. امکان سوریه شدن در این مقطع خیلی کم هست و اتفاقا اگر یک همچین سرانجام بدی نصیب ایران بشه، مسئولیتش در وهله اول متوجه خود حاکمیت هست. ولی سوریه به این دلیل داعش توش تونست نفوذ پیدا کنه که ارتش بعثی صدام، کسایی که اونجا بودن و تعلیم نظامی داشتن، فرمش دادن. در ایران چنین چیزی وجود نداره و به هر حال شما فکر نمی‌کنید آقای کلانتری دارن از خشونت استفاده کنند؟ ببینید مردم خب از تجربه خودشون یاد نداره؟ اصلا به مردم اینطوری نیست که شب خواب بشن فردا بگن که ما باید کوکتل مولوتوف درست کنیم، بانک بسوزونیم. مردم برمیگردن به تجربهشون، اول اعتراض میکنن، با گلوله مواجه میشن. ما روی تمام ویدیوها داریم که از بالای ساختمان دادگستری دارن به مردم شلیک میکنن. ما روی ویدیو ثبت شده که وارد ساختمان مسکونی میشن، با تبر به در و دیوار و در حمله میکنه. همه اینا ثبت شده. خشونت و مردم در مقابل این خشونت هر مرحله تاکتیک های مبارزاتیشون رو ارتقا خواهند داد و به جایی میرسه که در لحظه مساعد شاید مجبور بشن اونها هم از سلاح استفاده کنن. این حق قانونی و اخلاقی هست. آقای کلانتری، خیلی ها که توی این قضیه در واقع تشکیک میکنند، نگران این هستند که اگر شما به عنوان ملتی که به هر حال تحت ظلم میخواید از خودتون دفاع بکنید سلاح بردارید، چقدر مگه سلاح در اختیار دارید؟ حکومت همیشه چند برابر شما سلاح داره، هر حکومتی. و اون وقت هر مرحله اونا سلاح بر نمیدارن. خانم غازی‌زاده، مسئله این هست که حکومت اساسا ما درک کنیم که حکومت هیچ نوع مشروعیتی نداره. کسی به اینا رأی نداده. اون چیزی که در تئوری گفته میشه در جامعه شناسی که حاکمیت حق استفاده مشروع از نیروی قهریه رو داره، در مورد ایران صدق نمی کنه، چون کسی به این
اولیگارشی نظامی، سپاهی، آخوندی و رانتی کسی رأی نداده و با رأی هم متاسفانه نمیشه اینا رو خلع کرد. و این یک سیستم دموکراتیک نیست که اون مشروعیت استفاده از قهر رو ما به دولت تفویض کرده باشیم. بنابراین مردم این حق حقوقی و اخلاقی رو دارن که برای دفاع از خودشون و برای پایین کشیدن این حاکمیت از هر وسیله‌ای که میتونن استفاده بکنن. و در مرحله خاصی اینطوری نیست که کسایی که تبلیغ میکنن که این رژیم باید بره همین الان میگن مردم باید سلاح به دست بگیرن، نه. مردم به ترتیب اول مبارزاتشون تبدیل میکنن به یک اعتصاب سراسری، پیوند میدن، شبکه‌های ارتباطیشون رو برقرار میکنن و اگر روزی کار به مبارزه خیابانی و جوخه بندی کشید، اون موقع کسایی که تعلیم سربازی دیدن شاید بیان به مردم کمک کنن و سنگر بندی کنن و جوری حاکمان را از توی قصرشون خائن بکشن و در زندان‌ها رو بشکنن، قفلشون رو بشکنن. من فکر می‌کنم که آقای سلطانی دارن درشون خیلی جابجا میشن با این حرفا مخالفه و صحبت دارن. بفهمین آقای سلطانی، بفهمین شما. من یه مسئله کوتاه خیلی کوتاه اشاره بکنم. اول عرضم هم گفتم که این خشونتی که ایجاد شد نتیجه طبیعی اجرای اشتباه یک طرح بود که تمام ارکان حاکمیت اومدن و در این اشتباه سهیم شدن. وزیر کشور آمد به اون صورت صحبت کرد، گفت یک طرحی رو ما طرحمون لو رفت و دوباره اجرا کردیم و یک سری حرفای عجیب و غریبی زدن که انگار مثلا می‌خواستن کودتا اجرا بکنن. ولی الان دیگه از اون مرحله گذشتیم، وارد یک بنزین به نظر میاد که فقط یک جرقه بود به اون اتفاقی که افتاد. بله، به خاطر ببین بحث اینی که ما میگیم بنزین یک جرقه بود و اعتراضات مردم بست پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، به خاطر اینکه این یک نمونه ای از اجرای یک طرح اشتباه بود که توی حوزه های مختلف میبینیم. مثلا یک مسئله کوچیکی مثل رفتن زنان به ورزشگاه تبدیل به یک بحران ملی و امنیتی میشه، مسئله اجرای افزایش قیمت بنزین تبدیل میشه به یک بحران امنیتی. اما آیا اینکه مردم سلاح دستشون بردارن نتیجه کار؟ من شما در خصوص مسئله سوریه شدن، من فکر نمی‌کنم ایران سوریه بشه. چون سوریه شدن ایران، اینکه سوریه در حدود 7-8 سال تبدیل به یک زمین سوخته و یک بستری شد برای اینکه یارکشی بکنن قدرت‌های بین‌المللی و در اونجا جنگ، یک جنگ تمام عیاری رو به راه بندازن، عوامل مختلفی داشت. یکی از عواملش متوسل شدن دولت سوریه و دولت بشار اسد به خشونت بود، ولی عوامل دیگه و مؤلفه‌های دیگه ای داشت، مثل دخالت خارجی. مثلا همین ترکیه که حدود 900 کیلومتر با سوریه مرز زمینی داره، در همون ماه‌های ابتدایی اعتراضات سوریه اومد یک نشستی رو در ترکیه گذاشت به نام نشست دوست سلطانی. ولی در مورد ایران فکر می‌کنید این دخالت خارجی صورت نمی‌گیره؟ تحول در ایران مطلقا از طریق صندوق انتخابات صورت نخواهد گرفت. اصلاح طلبات دائم به این توهم دامن میزنند که این نظام میتونه به همین صورت باقی بمونه، اما به طور تدریجی مردم میتونن به آزادی و برابری و رفاه اقتصادی دست پیدا کنن. ممنون آقای کلانتری. آقای سلطانی فکر کنم هنوز صحبتشون تمام نشد. آقای سلطانی بفهمید، اگه زودتر بفهمید جنبندی کنید. ایران سوریه نخواهد شد، اما شاید ترکیه بشیم، نه از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی. من یک مثال کوتاه برای شما بزنم. توی در ژوئن سال 2015 در انتخابات پارلمانی ترکیه، برای اولین بار در تاریخ ترکیه، هدپ وارد حزبی که اکثریت اون از کردها تشکیل میشد وارد انتخابات شد. البته خلق، بله 2015 بعد از یک پروسه سیاسی دو ساله که مذاکراتی بین هیئت امرالی، هیئت حکومتی و هیئت حکومتی صورت گرفت بین پککه و ترکیه و دو سال در سه مرحله مختلف اینها خلع سلاح شدن. و البته یکی از دلایل مختلفی داشت که چرا این به نتیجه نرسید. اما کجا این حزب حاکم ترمز این مذاکرات رو کشید و خودش با دست خودش مذاکرات رو متوقف کرد و در اون انفجاری که در سروچ اتفاق افتاد مذاکرات رو به شکست کشوند و پککه رو در یک دامی انداخت که واکنش سلطانی. برگردیم به بحث خودمون. شما میفرمایید که ترکیه ایران سوریه نمیشه، ولی ممکن است ترکیه بشه در واقع یک نیروی قهریه دولتی در شرق ترکیه. زمانی که
سه ماه مداوم حکومت ترکیه در مناطق شرقی سوریه، در مناطق شرقی ترکیه حمام خون به راه انداخت و حکومت نظامی اعلام کرد در انتخابات نوامبر 1 نوامبر 2015 به فاصله سه ماه آرای HDP در خاستگاه خودش مثل بیتلیس، مثل هاکاری، مثل دیاربکر ریزش کرد و به آرای حزب حاکم افزوده شد. چرا؟ چون مردم خلای امنیتی رو نمیپسندیدن. کسانی که کسب و کارشون سه ماه متوقف شده بود. سلطان بذارید این رو از آقای کلانتری بپرسم. آقای کلانتری، خیلی ها میگن که اگر میخوایم تغییر باشه با مردم عادی، یعنی شما ممکنه 5% 3% جامعه برن به سمت خشونت متقابل با حکومت، ولی مردم عادی، مردمی که به هر حال میخوان با آرامش تغییر ایجاد بکنن، بهش نمیپیوندن و این تأثیری نخواهد داشت. نظرتون چیه؟ اگه خیلی کوتاه بگید. ببینید، ظرف این 3-4 روز اخیر 7000 نفر دستگیر شدن. شما فکر میکنید این 7000 نفر اگر آزاد بشن، فردا میرن پای صندوق انگشت بنفششون رو نشون میدن، از خودشون سلفی میگیرن و جشن میگیرن انتخابات رو؟ 7000 نفر. و این یه نمونه کوچیکی از اون جامعه بزرگتره. حتی طبقه متوسط که پایه طبقاتی اصلاح طلبا هستم به طرز زیادی ناامید شده و اونها هم دارن امیدشون رو به خارج میبندن و این گناهش در وهله اول متوجه حاکمیت و در وهله دوم اصلاح طلبا. و این چیزی که در مورد ترکیه هم گفتن آقای سلطانی دقیقا نشون میده که سیاست آسته برو آسته بیاست، که شلوغش نکنید، آبار متلاطم نکنید که کشتی غرق نشه. در ظرف 2-3 سال آینده احتمالاً تحریم ها برداشته میشه و ما برمیگردیم به سیاست های ریاضت اقتصادی و اینا. متشکرم آقای کلانتری. اتفاق نخواهد افتاد. ممنونم آقای کلانتری. وقت ما تمام شد. آقای کلانتری، آقای سلطانی، متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه بودید. برنامه رو روی وبسایت ما و یوتیوب میتونید مجدد ببینید، همینطور میتونید پادکست ما رو بشنوید. شب روزتون خوش.